سید علی شریف نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ما هستند. آقای شریف نژاد سلام، وقت شما بخیر. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم. جناب شریف نژاد، چرا حکومت عربستان سعودی علی‌رغم تلاش برای نمایش چهره مدرن و اصلاح‌گرایانه از خود همچنان به اعدام و زندانی کردن مخالفان خود ادامه میده؟ بفرمایید. ببینید، عربستان سعودی به اصطلاح داره مدرنیته رو و اصلاح ساختاری رو در کشور خودش اجرا میکنه، ولی در لایه‌های پنهان حکومتی هنوزم اسلامیگری و حضور شیوخ دینی در پشت پرده سیاست عربستان سعودی مشهوده. برای همین باید بگیم که عربستان سعودی هم میخواد خل رو نگه داره، هم فرما رو، یعنی هم میخواد اون جامعه دینی رو نگه داره، هم جامعه بین‌المللی. برای همین داره دست به اقداماتی میزنه که جامعه جهانی و جامعه حقوق بشر اعتراضات بسیار گسترده‌ای نسبت بهش داره. بله، علی‌رغم بهبود روابط عربستان با ایران و ارتباط مسالمت‌آمیز با برخی از سران کشورهای شیعه همچون عراق، چرا حاکمان این کشور همچنان شیعیان ساکن کشور خود را در مضیقه قرار دادند؟ ببینید، عربستان سعودی نگاه به شیعیانش نگاه تحقیریه، نه نگاه انسانی. برای همین سعودی ها همیشه مخصوصا در منطقه قطیف این شیعیان رو دچار اذیت به آزارها و کشتارهای بسیار زیادی قرار داد، و خلاف اون که دولت عراق بسیار اعتراضاتی رو به عربستان سعودی داشت برخلاف ایران، ولی سعودی ها وعده دادن که شیعیان عراقی که در اونجا هستن رو آزار ندن، ولی با این تفاصیل بازم سعودی ها شیعیان رو اذیت میکنن و باعث اعدام های بسیار زیادی از اینو شدن، مثلا مردم سرزمین قطیف. برای همین نشون سعودی اصلا دیپلماسی شیعیان رو قبول ندارن. بله، جناب شریف نژاد، نگاهشون نگاه سلفی هست. بله، چون وقت کمه، جناب شریف نژاد برامون به طور مختصر بفرمایید که آیا شیعیان عربستان سعودی امکان عکس العمل مناسب برای وادار کردن حاکمان این کشور به خاتمه دادن روش هایی همچون سرکوب و اعدام را دارند؟ نه متاسفانه، به دلیل اشرافیت بسیار زیاد دستگاه امنیتی سعودی نسبت به مردم شیعیان هستند و عدم اینکه شیعیان نمیتونن اونجا برابری مطلوب داشته باشن، نمیتونن.